بچه‌ها قراره که مجموعه تخت جمشید نورپردازی بشه. برای اینکه مردم هم در این کار مشارکت داشته باشن با رفتن به وبسایت bapersepolis.ir و انتخاب نماد مورد علاقه‌شون در تخت جمشید توی این کار شرکت کنن. و برنده چه میگویی؟ داستان رستم و سهراب است. اشکال نداره، ما اسپانسر پول گرفتیم، باید تبلیغش انجام بدیم. آ به من هم پول دادن؟ تو بیشتر از ما داده. نه بابا بذار منم تبلیغ کنم. آقا سه تا گوشی جایزشه با یه سفر به تخت جمشید. پس سایتش چیه؟ با پرسپولیس. حال برو اونور بذار من داستان رو تعریف کنم. روزی رستم همراه اسبش رخش به جنگل آمد تا گوری شکار کند و بخورد. رستم گوری شکار کرد و به خوردن آن پرداخت. داداش به گوره شو. گور پنیر با قارچ دیگه. نه بابا کجا گرفتی؟ مزه است. رستم زاپاتا. نه بابا خوش خوراکی. داداش ماشو بخور، من میخوام یه چرت بزنم. خوبه. رستم به خواب عمیقی فرو رفت که ناگهان دو راهزن وارد شدن. راهزن باباته. من اگر جای تو بودم از او سرقت نمی کردم، زیرا او رستم دستان است. گوشیت را بده. آن زمان که گوشی نبوده احمد. پول بده. پول ندارم. همین الان شنیدم که از اسپانسر پول دریافت کرده ای. بابا زد به کارتم. پس کارتت را بده. بیا. رمزش چنده؟ رمزش چنده؟ 85 85. خاک بر سرت، از سندت خجالت بکش. دیگر چه داری؟ این اصلا مال من است، اگر میخوای آن را هم ببر. آن را هم میبرم. عقده ان. اسبم کو؟ راهزنان آمدن و آن را دزدیدن. تو مگر حواست نبود؟ آه کارت بانکی من را نیز دزدیدن. رمزش چند بود؟ 85 85. از سنت خجالت بکش. واقعا که حالا از کدوم ور رفتن اینا که دیگر میدانی؟ من شنیدم رفتن به سمت سمنگان. سمنگان؟ به آن سو میرویم. سرورم پادشاه. رستم وارد شهر شده و به سمت کاخ می آید. برخیزید. رستم دستان، پادشاه سمنگان. درود بر تو. عشق داداش. بابا معلوم از کجایی؟ با تو رفتی برنامه کنی یا؟ تو میومدی من برنامه میکردم. بگذاریم، اسبم رو دزدیدن، در جستجوی اسبم هستم. اسبت رو برایت پیدا میکنم. امشب به کاخ من بیا. یک برنامه بیفی داری. رستم و افراسیاب شاه سمنگان در حال عیش و نوش و نوشیدن شراب بودند. در حال خوردن شراب. شراب؟ رستم به همراه افراسیاب پادشاه سمنگان نشسته، خستگی در کرده و چای می نوشیدن که ناگهان یکی از افراد افراسیاب نزد رستم آمد و به وی گفت: عشق داداش، رستی جون، یه جا برای دوکه کردم اون پایین تخت گرم نم ویو ابدی. خیلی عالی، ممنون ازتون. صفا باشد. و رستم رفت و به استراحت پرداخت. رستم مشغول استراحت کردن بود که ناگهان دختری زیبارو و خوشندام وارد اتاق شد. چی؟ زیبارو و خوشندام. خوشندام؟ بابا عقده باز زنه خوبه خدای دیگه. تو کیستی؟ من تهمینه، دختر افراسیاب پادشاه سمنگان هستم. بنشین. چقدر تو زیبا روی.
امشب نزد پدرت میروم و تو رو از او خواستگاری میکنم. پس بریم نزد پدرم. برویم، باید هر چیزی بابا وایس از دو شب بابا یارو خوابه، چرا اینجوری میکنی؟ تو چیکاره ای؟ تو راوی راویگری تو بکن بابا. فردوسی گفته من باید امشب برم خواستگاری. فردوسی هم عجله داره بابا، حالا صبح پاشو برو. به تو چه دیگه، تو این بیشوهر گیر دادی. برو حمل بعد بابا، حالا قهر نکن دیگه. پس نزد پدرت میروم. برویم. پادشاه بیا دیگه. او خواب بود عزیزم، خواب بود. پادشاه من آمدم که دخترت رو از تو خواستگاری کنم. راست میگویی؟ بله همینم چند باید عروسی بگیم همیمشب. آقا چقدر اولین شما امشب از سه صبح، نه آقد از نه میمون، چه جشنی چه کشکی. تو چی کار داری؟ من میخوام عروسی کنم. خیلی اول بیا اینجا. حالا نراحت داشت حالا که بسات عروسی جور شده. امشب من یه جوک تعریف کنم پادشاه. تعریف کن. میگن یه بوقلمونه میره عروسی، فرداش تو محل بچه ملاش ازش بپرسن دیشب عروسی چه خبر بود، میگه شلاغلاغ. تخمینه اگر فرزندمان پسر شد این بازوبند رو بر بازویش، و اگر دختر شد بر گیسوانش ببند. بابا چی در میزنی؟ کی اومدی برنامه کردی، اشغال کردی، زدی خوردی بردی، کی بچه دار شدی؟ ما تمام روال درست بردیم جلو، ولی ایشون نذاشتن پخش شد. چی؟ او چرا میزنی؟ من دیدم خودم اون یه تیکه رو سانسورش کردم. مطمئنی؟ بله. اگه دوست داشتی یه فلش بیار اوکیش. حله چشاته دمیده استان اسمت پیدا شد پادشاه. جدن؟ بله. پس باید بروم. کجا بری بابا؟ حامله شردی و وایسی کجا بری؟ او من خودم دوست دارم بمونم، نگاش کن اخه دلی بیاد این بزنی که بسته دیگه. شما یه چیزی بگو، من باید بروم، صبح شده اصلا باید بروم، کار زیاد دارم. برو به سلامت. بدرود. و فردای آن روز فرزند آنها به دنیا. این دست کلید منو ندیدی؟ بنفشه؟ آره. داشت تو جیبت بود. برد. اینهاش. این دیگر کیست؟ بچت دیگه. بچه من که به دنیا اومدی؟ همینطور رفتی زایید. تو وبال من نشدی. من برم. آره من برم. برو برو برو. و فرزند آن دو روز به روز بزرگتر میشد. سهراب روز به روز بزرگتر می شد، به طوری که در 10 سالگی هیچ کس قدرت رویارویی با او را نداشت. ای بابا چرا با این می زنی؟ چرا دروغ میگی؟ این 10 سالشه؟ بابا منم میگم زر می زنی شانوی نوشد این 10 سالشه. عمو جون شما چند سالته؟ 10 سالمه. چی گفتم؟ داره زر می زنه 10 سالشه. آره و سقره کردم. عمو جون با اجازه. و سهراب نزد مادر خیش رفت. مادر، پدر من کیست؟ تو پسر پهلوان پیلتن رستم از نوادگان سام و زال هستی پسرم، اما افراسیاب نباید در این مورد چیزی بداند، زیرا او دشمن پدرت است. نباید این موضوع را از من پنهان میکردی. من فردا لشکرکشی میکنم به ایران و کابوس را از تخت به زیر میآورم و رستم را به جای او مینشانم. بذار میبرد داداش، ببخشی من روایت کنم. آقا همینجوری 7-8 تا اسلاید میشه دیگه، سرتون رو درد نیاریم. چی شد؟ این میخواد بره لشکرکشی کنه به ایران، یه کابوس رو بکشه پایین، باباش رستم رو بکشه بالا بندازه رو تن. بعد اینجا افراسیاب رفت آمار داد به کابوس که اینجوری شده، این میخواد بیاد اونجا و با درگیر شه و شکستت بده. اونا نقشه ای کشیدن که چی؟ رستم و سهراب رو با هم رو در رو کنن. گفتم فقط نباید این بفهمه این پسرشه، که اینا هم دیگر بزنن جر بدن پاره کنن تموم شه بره دیگه. برین ادامه داستان رو ببینین. ای بزدل، تو را به جنگ تن به تن دعوت میکنم. به نظرم بپذیر، کمیم ناموسن. آره
میپذیرم. یا از این گیره از همین اثاری زیر خم از همین زیر بلند دو امتیاز گیره برای من داد بیرسه اینکه خواب کنه رفیق قدوسه دو امتیاز دو امتیاز دو امتیاز بلنده میشه دو امتیاز دو فوبی دو فوبی خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان بازوبند بازوبند من این تو پسر منی احمق دو ساعت اومدم واسه جنگ میام پسرت جبگیر شدی زدی پارش کردی یه زمین نمیخواستی بگی آره دیگه چیکار کنم ببین من نوشدارو بری تهیه کنی نوشدارو چیه نوشدارو میری ناصر خسرو کوچه مرغی اونجا نوشدارو داره برو بگی بیا کوچه مرغی ها آره. با چی برم اینجا الان موتوری میاد برو موتوری آره داداش بیا مرغی برو بری ناصر خسرو قدرت رویارویی با اونه چه چرده آن چرا نیومد شب شد مردی بابا کجایی تو ترافیک بود دیگه ای بابا بده بخوره چیو نوشدارو را دیگه بیا بخورش چیو نوشدارو دیگه آی سهراب پسرم ببخشی من تو رو کشته اصلا سهراب کیه دیگه من شروینم شروین بازوبند مال پسر منه مال منه دست تو چیکار بابا اینو من از اترو خریدم چند خریدی 5 تومن 5 تومن به والله که این واسه خودمون 7 تومن تموم میشه از کدوم ایستو گرفتی اینو از ایستگاه دروازه دولت بابا اینو فروشا خراب کرده آره بابا نمیدونم چه وضعشه یه لحظه ایستو اصلا این آهنگ در شأن تریپ و استایل ما هست؟ نه یه آهنگ حماسی واسه ما باید بذاری این چه آهنگیه؟ آفرین درست این هست بابا قطعش کن بابا همون رو بذار دی اون واسه اینستاگرام اون آهنگ دی تو به مردم عشق کنن آبا ای بابا ول کن دیگه آخر کلیپ عقده ای بازی در نمیزه مردم حال کنن دیگه خجالت بکش یه آهنگ موجه موجه بذار چنگ دل آهنگ دل کش میزند ناله عشق است و آتش میزند قصه